بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود خدمت یکایک آرادی های عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در رابطه با تورم صحبت کنیم. سوالی که خیلی ها از ما میپرسن، با میزان سرمایه‌ای که دارم باید چی کار کنم و چه اتفاقی قرار هست رقم بخوره. من ابتدا میخوام در رابطه با درآمدهای ثابت و متغیر صحبت کنم، به این معنا که هر فردی برای حقوقی که بخواد دریافت کنه یک شغلی رو یقیناً برای خودش تعیین کرده. مشاغل به دو گروه از لحاظ حقوقی تقسیم بندی میشن، اینکه ما یک درآمد ثابت داشته باشیم، یعنی ماهانه یا سالانه یا روزانه بر اساس کاری که انجام میدیم یک عدد حقوقی ثابت دریافت کنیم، یا اینکه درآمد ما متغیر باشه. اغلب کارمندها و کارگرها در کشورهای مختلف با عدد ثابت فعالیت میکنن و افرادی که بازاری هستن، افرادی که تولید کننده هستن یا تاجر، اینها عدد حقوقی ثابتی ندارن، بلکه درآمدشون کاملا متغیره. حالا سوال اینه که کدوم بهتره؟ در زمانهای قدیم، حدود 20 سال پیش، 30 سال پیش یا 40 سال پیش به این حالت بود که همه تشویق میکردن برو کارمند یک اداره‌ای بشو. چرا؟ چون تورم به معنای واقعی امروز وجود نداشت، همه چیز ثابت بود، ولی افراد بر اساس اون ثباتی که حکومت‌ها و دولت‌ها داشتن برای زندگی خودشون برنامه‌ریزی می‌کردن و یک عدد ثابت به دست می‌آوردن و می‌دونستن که مثلا 5 ماه بعد، 6 ماه بعد با این پس‌اندازی که دارن می‌تونن یک کالایی مثلا خودروی، خونه، هر چیزی رو خریداری کنن. اما نکته اینجاست که امروزه چنین حالتی وجود نداره و تورم روز به روز در حال افزایشه و شما اگر حقوق ثابت داشته باشید نمیتونید با این تورم مبارزه کنید، بجنگید و به تبع نابود خواهید شد. پس نیاز هست که شما هم درآمدتون متغیر باشه. اما بازاری ها، صاحبان مشاغل که درآمد متغیر دارن، اونها چگونه زندگی میکنن؟ اغلب افراد فکر میکنن بدون هیچ استراتژی میتونن زندگی خودشون رو یا کسب و کار خودشون رو مدیریت کنن، در حالی که اصلا اینطور نیست. یک فروشنده یک کفش یا یک کفش فروشی رو اگر نگاه کنید، اون هم درآمد متغیری داره، اما نمیتونه با این تورمی که به وجود اومده به اون معنا رقابت کنه، چرا که جامعه هدفش یا مشتریاش همین مردمی هستن که اغلب درآمد ثابت دارن. پس نکته جالب اینجاست، وقتی یک کالایی قیمتش افزایش پیدا میکنه، یک خودروی یا طلا یا هر کالای دیگه، فروشندگان یا تولید کنندگان عدد اون کالا رو ثابت نگه نمیدارن. یک مثالی میزنم تا بهتر درک کنید. نگاه کنید، قیمت یک سکه فرضاً 18 میلیون تومانه. کسی که مبل فروشی داره نگاه میکنه یه دست مبلمند مثلا 36 میلیون تا 40 میلیون تومان قیمتشه. پس من اگر بخوام یه مبل بفروشم باید حداقل 2 تا سکه طلا دریافت کنم. حالا قیمت سکه اگر گرون بشه، یعنی بشه مثلا هر یه دونه 20 میلیون، 30 میلیون یا هر عددی، یا پایین بیاد، این مفروش نگاه میکنه میگه حالا من تا دیروز یه مبل میفروختم 2 تا سکه میگرفتم. وقتی قیمت سکه بالا میره و مبل من مثلا بود 40 میلیون تومان، حالا من دیگه قیمت مبلم به حالتی که یک سکه دریافت کنم نیست. فرض کنید هر سکه بشه 40 میلیون تومان، اینم که مبلش بود 40 میلیون تومان، ولی داره یه سکه دریافت میکنه. نکته حائز اهمیت اینه، اکثر افراد متناسب با اون بیزینسی که دارن، اون کسب و کاری که دارن، میان بر اساس نرخ دلار یا طلا کالای خودشون رو قیمت گذاری میکنن. یعنی تا دیروز میتونست 2 تا سکه دریافت کنه با 2 وزن، ولی از امروز میتونه 1 سکه دریافت کنه. پس اون پولش، اون کالاش داره در واقع بیارزش میشه. امروز اگر شما وارد یک مغازه‌ای بشید، یک ماشین لباسشویی بخواید حتی خریداری کنید، فرد به شما کالا رو سریع ارائه نمی‌کنه و حتی قیمتش هم نمیتونه به لحظه به شما بگه. یک تماسی میگیره با گروه‌های دیگه‌ای که تأمین کننده دست اول هستن و بر اساس نرخ دلار به شما قیمت لحظه‌ای میده. در حالی که در زمان‌های گذشته این گونه نبود، کالا در مغازه بود، انبار شده بود و دنیای کالا وجود داشت و فرد به لحظه به شما قیمت میداد و همونجا هم کالا رو به شما تحویل میداد. در حالی که امروزه کسب و کارها اینگونه نیستند.
کسب و کارهای امروز همگی به نرخ روز دارن کار میکنن، به این معنا که حتی کالایی رو انبار نمیکنن، دپو نمیکنن، یه ویترینی دارن از مغازه خودشون، بعضی از کالاها رو توش قرار دادن و وقتی شما قیمت میخواید کالا رو درخواست میکنید که حتی با وجود پول نقد امروز دریافت کنید، یکی دو روز آینده کالا رو به شما تحویل میدن. در واقع با پول شما میرن کالا رو خریداری میکنن و به شما تحویل میدن، از این دست به اون دست، و فقط تو مغازهشون یه ویترین هست. در بسیاری از فروشگاه ها این اتفاق رو شما شاهد خواهید بود. نکته مهم اینه تنها گروهی که زیان کننده این ماجرا هستن و ضرر میکنن گروهی هستن که عدد حقوقیشون با درآمد ثابت هست. اینها باید استراتژی درآمد خودشون رو تغییر بدن و به درآمدهای متغیر روی بیارن. نکته حائز اهمیت اینه در درآمد متغیر هم شما باید استراتژی داشته باشید، چرا که همه کالاها، همه اجناس قیمتاشون بالا پایین میشه و نوسان داره، و اگر شما استراتژی درستی نداشته باشید، راهکار درستی نداشته باشید، یقینا شما در درآمد متغیر هم ضرر خواهید کرد. حتما مشاوره بگیرید، مشورت کنید، به افرادی که تخصص دارن در زمینه کسب و کار و تجارت کردن و خودشون فعال اقتصادی هستن بپرسید اگر اونها پیشرفت کردن چه استراتژی داشتن و چیکار کردن، تا این برنامه رو شما هم در بیزینس یا کسب و کار خودتون اجرایی کنید. دوستتون دارم، تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علی روز بر شما خوش.